کدام پاسخ در رد فرض سکوت پیامبر صلوات الله علیه و قرآن درباره تداوم مرجعیت دینی و ولایت ظاهری مطرح شده؟ یعنی پاسخی که میدن چرا پیامبر به استراحت بعد از خودشون جایگزینی برای خودشون مطرح نکرد یا جایگزین پیامبر در قرآن اشاره مستقیمی بهش بحث امامت نشده است؟ کدام پاسخ دقیقا مطرح میشه؟ میگه نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین پس از رسول خدا افزایش یافت. این نیاز جامعه بر داشتن در واقع ولایت ظاهری که همون بحث حکومته و تعلیم و تبیین دین که بحث مرجعیت دینیه در هر زمانی مطرح بوده، پس اینکه افزایش یافت این معنای درستی نیست. اصولا حکومت و تعلیم و تبیین، دوباره ولایت ظاهری و مرجعیت دینی، امری تمام شدنی و پایان پذیر نیست. خب این مسئله دقیقا درسته، ولی دلیلی بر این که پیامبر اسلام اشاره مستقیم چرا نکردن بر بحث جایگزینی خودشون و اصل امامت نمیتونه باشه، پس اینم حذف میشه. حالا ما میخوایم بریم دنبال جواب تستمون بگردیم. قرآن کریم هدایتگر همه مردم در همه شونه جامعیت قرآن، بله اینجا بحث جامعیت مطرح میشه، و پیامبر آگاه ترین مردم نسبت به این مسئولیته. یعنی چی؟ یعنی تو این گزینه اومده مطرح کرده قرآن که درباره همه چیز صحبت کرده، بحث جامعیت قرآن تو دلایل اعجاز میدونیم، و پیامبر که آگاه به تمام نیازهای مردمه چگونه میتونه غفلت کنه از اصل امامت که یکی از نیازهای اصلی جامعه بعد از خودشونه؟ حداقل بگی آقا خودتون انتخاب کنید از سوی خدا یعنی راهکاری برش ارائه شده باشه. پس جواب تست اون میشه همین گزینه سوم که پیامبر که آگاه به همه اموره محاله که در مورد مسائل مسئله مهمی که جانشینی پس از خودش و مرجعیت علمی بعد از خودش خب صحبتی نداشته باشه. پس گزینه سوم جواب تست ماست. گزینه چهارم هم میگه گسترش اسلام باعث ظهور مکاتب مختلف میشد که نیاز امام رو مطرح میکرد، بله، ولی این فقط بوده چی رو میرسونه؟ مرجعیت دینی رو میرسونه. بحث ولایت ظاهری در اینجا بهش پرداخته نشده. و گزینه که خیلی جامع دلیل در واقع تاکید پیامبر رو بر بحث امامت مطرح کنه گزینه سومه.